عزیزان دل، همراهان گرامی، سلام. وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای نهایت عزیز، بین این همه خبرهای جگرخون کننده و خبرهای بد، خوشبختانه امروز یک گزارش و یک خبر بسیار زیاد خوش و عالی به دست ما رسید. خبر خوش و عالی ای است دوستای عزیز که دو تا خبر خوش بین خبر ما هست. خبر اولی است که کس اطفال و کودکانی که قرار بود در مدرسه ثبت نام بکنن و مدرک و یا کد یکتا نداشت، به دلیل از ثبت نام باز مونده بود و شما میتونین اینا را ثبت نام بکنین. و خبر دوم که او خبرم بسیار زیاد خوش است، خبر خوش هست، و او خبری است که برگه های سرشماری هنوز هم فاقد اعتبار نیست و یک نوع برگه معتبر به حساب میره. این دو خبر است. دوستان عزیز، جناب حیدری رئیس سازمان ملی مهاجرت استان تهران تا یک اعلامیه‌ای که صادر کرده بود، در این اعلامیه آمده بود که کودکان فاقد مدرک، یعنی که مدرک نداره، اینا هم میتونن در سایت سهما ثبت نام بکنه تا از مدارس باز نمونه. این چطور میتونه ثبت نام بکنه؟ که چندین شرط داشت. یک شرطشی بود که پدر و یا مادر یکی از برگه های معتبر اقامتی داشته باشه، که فرق نمیکنه برگه سرشماری باشد، کارت آمایش باشد، کارت هوشمند باشد یا دفترچه اقامت باشد، هر چیزی که باشد. اینا میتونه با داشتن این سند معتبر اقامتی فرزند خود گرفته بره دفتر کفالت و برای فرزند خود کد یکتا عکس بکنه و بیاید سایت سهما ثبت نام بکنه. یک موضوع. موضوع دیگه ای بود که اگر پدر به تنهایی برگه اقامتی معتبر داشته باشه، هم میتونه با می رویش که بره از دفتر کفالت برای فرزند خود کد یکتا بگیره و ثبت نام بکنه. و مسئله سیوم، اگر مادر ایرانی باشد، پدر افغانی، که پدر هیچ برگه‌ای نداشته باشه ولی مادر چون ایرانی هست، شناسنامه حتماً داره، مادرم میتونه فرزند خود گرفته بره برای فرزند خود کد یکتا بگیره، دوباره به ثبت نام بکنه. دوستان عزیز، در اینجا یک نقطه باریکی دیگه هم است. او این است که شما باید اسناد معتبری که این فرزند و یا طفل خود که با خود میبرین در دفاتر کفالت ثابت بکنه که این فرزند شما هست. کارت تولد باشد و یا تذکره باشد، هر چیزی که باشه ثابت کنه که فرزند شما هست، میتونین برین براحتی از دفتر کفالت کد یکتا بگیرین و فرزندتان در سایت سهما ثبت نام بکنین. دوستای عزیز، یکی کد یکتا چی هست و از کجا باید بگیرین، ما در این مورد گزارش مفصل ساختیم که دوستان میتونن در پلیلیست ما مراجعه بکنه. در اونجا در بخش پلیلیست مهاجرت اونجا تمن پیدا میکنه و گزارش ببینه. و یک چیز میتونه در سایت سهما ثبت نام بکنه، در اونجا خیلی به شکل ساده و آسان شیوه ثبت نامش رو برای شما گفتیم. در اونجا یک ویدیو هست حتما. و دیگه دوستان عزیز، در اعلامیه ذکر شده که اسناد چی برگه سرشماری هنوز هم در جمع برگه های معتبر به حساب میه و فاقد اعتبار نیست، که همه خبر بسیار زیاد خوشحال کننده برای اطباء و مهاجرینی که نگران بودن که آیا برگه سرشماری قابل چلیش هست و یا خیر. دیگه دوستان، هنوز هم فاقد اعتبار نیست، هنوز هم قابل چلیش هست. و بعض دوستان دیگه ما سوال کرده بود که اگر پدر برگه سرشماری نداشته باشه، مادر برگه سرشماری نداشته باشه، فرزند یا طفلشون برگه سرشماری داشته باشه یا که کد یکتا داشته باشه، میتونه برای پدر خود مادر خودم کد یکتا بگیره یا خیر؟ دوستان، ما در اینجا فقط صرف به خاطر ثبت نام دانش آموزا آمدیم بحث میکنیم. و یکی فرزند میتونه برای پدر خود کد یکتا بگیره یا خیر، ایرا هنوز در این مورد کدام چیزی نگفتم، ما انشاءالله تحقیقات خود میکنیم. اگر کدام موضوع راجع به این مسئله پیدا کردیم، حتما با شما دوستان به اشتراک خواهیم گذاشت. و یک خبر بسیار زیاد خوشحال کننده بود که به دست ما رسید و ما هم عجله کردیم، تلاش کردیم که زودتر به سهم شما برسانیم.
و یکی طفلایتان و اطفال نازنینتان از مدارس باز نمانند. و دوستان یک چیز دیگر متوجه باشین که وقت شما با کد یکتایتان میخواین طفلتان ثبت نام بکنین، شاید بعض وقتا اعلام خطا بیت سایت، مثلا بگویه که این کد فاقد اعتبار هست یا ثبت نشده و یا اینکه مهلت ثبت نام به اتمام رسیده. شما ناامید نشین به دلیل از اینکه این مشکل از سایت هست، نه از کد و یا مهلت تمدید، چون یک ماه دیگه هم شما وقت دارین دیگه، تا یک ماه دیگه میتونین ثبت نام بکنین. چون بیروبار خیلی زیاد هست بالای سایت، به او دلیل بعضی وقتا خطا میته، بعضی وقتا بعضی گپا میزنه که شما رو نگران میکنه. نگران نباشین و کوشش بکنین زمان رو پیدا بکنین که خودتون بفهمین امیل از بیروبار کم است، نصف شب یا صبح کی وقت، یه وقتا ثبت نام بکنین و اونجا کد پیگیری برای شما میته، کد پیگیری رو گرفته در مدارس مراجعه بکنین، انشاءالله فرزندانتون ثبت نام میشه. دیگه دوستایی بود خبر جدیدی که به دست ما رسید و ما تلاش کردیم که خبر خوش هر چه زودتر برای شما دوستای عزیز برسانیم. امید است آخرین لحظات ما را بیننده بوده باشین. تا گزارش دیگه و ویدیو دیگه شما را به خداوند کریم را میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.